بنده هادی ضیاالدینی هستم، اهل کردستان و شهر سنندج. همونجام به دنیا اومدم، در خانواده‌ای که اهل ادبیات بودن. میشه اینم گفت که به اصطلاح خانواده من از قبل یه خانواده روحانی بودن، ولی خوشبختانه نگاه بسیار باز و درستی نسبت به قضایا داشتن و به خصوص دید خیلی بازی نسبت به هنر داشتن. برخلاف خیلی از این خانواده ها، پدر و مادر من اولین مشوق های من در زمینه نقاشی و مجسمه سازی بودن. اینم عرض بکنم، خانواده ما خانواده متوسطی بود به لحاظ مالی. پدرم کارمند آموزش و پرورش بود، بسیار 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 با اخلاق متعهد و شرافتمند. مادرم تحصیل کرده بود، تحصیلات اون موقع برحال در سطح بالایی نبود، تا کلاس ششم ابتدایی تحصیل کرده بود، مقداری با زبان فرانسه آشنا بود و مادرم بی نظیر بود، در حال حیات و الانم بی نظیر. یه برادر دارم به اسم مهدی ضیاالدینی. مهدی هم نقاشه، تو هنرهای زیبا تحصیل کرده، الان هم کار میکنه. یه خواهرم دارم که معلم بازنشسته. یادم میاد اولین گریه های کودکیم به خاطر خریدن آبرنگ بود، بعد که گریه بکنم و برام آبرنگ بخرم. البته نه اینکه خانواده اینو نخواد، محدودیت هایی بود. پدر بزرگ من اولین کسی بود که یکی از کارهای آبرنگ منو تو سن خیلی پایین قاب گرفت و رو تاقچه گذاشت. شروع کار نقاشی رو یه نفر از من سوال کرد، گفت از کی شروع کردی؟ گفتم قبل از اینکه به دنیا بیام. و واقعا اینقدر من از سن پایین شروع کردم که یادم نیست. با این توصیف میتونم بیان بکنم که اون موقعی که تونستم اون دستان کودکانم تونست مداد رو در دست بگیره، از اون موقع من دارم کار میکنم. ولی با توجه به اینکه شهر ما شهر محدودی بود، شهر کوچیکی بود، کلاس نقاشی به شکلی آکادمیک و درست تا سالهای سال اصلا نبود و در کنارش، چون من آدم خیلی کمروی بودم، در هر به اصطلاح جمعی شرکت نمی کردم، به طور تجربی سالهای سال خودم کار می کردم. به همین شکل ادامه دادم تا متوجه شدم که در شهرمون یه نقاشی هست به نام آقای محمد علی نیکپی. ایشون یه مغازه داشت، تحصیلات آکادمیک هم ایشون نداشتن، منتها تأثیر بسیار تعیین کننده این نقاش روی من داشت، به خصوص موقعی که سال اول دبیرستان بودم، در مسیرم بود و هر روز میبایست من پشت شیشه این مغازه وایستم و کاراشون رو نگاه بکنم. ارزشی که آقای نیکپی داشت بار اجتماعی هنری ایشون بود.
ایشون یه آدم سیاسی بودن. تمام نقاشی‌هایی که می‌کشید با موضوعات اجتماعی بود، با موضوعات انتقادی بود. یک نقاش بسیار معترض بود و با عرق ملی. من همزمان مجسمه هم کار میکردم، ولی فقط یک تصویر از اون دوران من براتون بگم که در چه شرایطی. نه مصالح رو میشناختم، نه استاد داشتم، هیچ چیزی نبود که برای استارت، یک شروع به من کمک بکنه، غیر از سفرهایی که به تهران داشتم و از آثار آقای صنعتی دیدن میکردم. تأثیرش چنان بود که وقتی بر میگشتم دیگه آتشی روشن میشد و میبایست این آتش برها به جایی ختم بشه. شنیده بودم با گل میشه کار کرد، گل سفالگری، و این اصلا معنی نداشت تو شهر ما، یا گلی که بشه ازش کار کرد. مگه در روستاها که سفالگری دستی کار میکردن؟ خب اون موقع فاضلاب نبود، هر خونی مثلا رختشو میشست، آب از زیر در میومد بیرون و تو کوچه سرازیر میشد. آسفالت هم نبود، خاکی بود و به تب این آبی که از زیر در خونه ها میومد بیرون و زیادم بهداشتی نبود، با اون خاک قاطی میشد و من با در اون سن، یعنی شاید قبل از دبستان و دبستان، میرفتم با چنگ این گلها رو جمع میکردم، میرفتم تو پیت حلبی و میآوردم باش مجسمه کار میکردم. من یه اتاقی داشتم، در واقع تنورخانه بود، تنورخانه‌ای که کمتر استفاده میشد، کاملا سیاه، یعنی دود تمام اتاق رو سیاه کرده بود. من اونجا کار میکردم. یه روز با بچه های محله تصمیم گرفتیم زرورق های سیگار رو از تو کوچه جمع کنیم. این کار رو کردن، همکاری خیلی خوبی، و تمام اتاق شد تالار آینه. خیلی زیبا و به یاد ماندنی بود. اون اتاق حتی دوستان زنگ در رو نمی زدن، خودشون می رفتن تو اتاق. محل شطرنج بود، محل بحث بود، محل شوخی بود، محل بچگی بود. به راستی الان در یاد تمام اهالی اون محله هست. سن خیلی پایین، همون شاید سالهای آخر دبستان و اینا، من تو محله جوراباد سنندج، یه محله اطراف شهر، با اون فرهنگ، با اون سطح تمدن و پیشرفتی که به هر حال خیلی مظلوم بود، اون موقع من تئاتر اجرا میکردم، تیم فوتبال تشکیل دادم، تو قبرستان فوتبال میکردیم. بعد مثل قبرستان اینجا نیست، سنگ قبر تخت نیست، دو تا اینجوری ما میذاریم، بعد قسمت قدیمیش یه خود شکسته، اونجا فوتبال میکردیم. من انگشت پام در رفته بود، اومدم خونه میلنگیدم، همسایه‌مون گفت چیه؟ گفتم پام در رفته، فوتبال کردیم. به خدا آقای انوار، اینجوری اشکاش اومد پایین، یعنی به خاطر اینکه انگشت بچه همسایش در رفته،
اشکش اومد پایین. این محیطی بود که من درش زندگی میکردم، این محلهی بود که من شاهد این روحیات بودم. با دوستم میرفتیم بقالی، من 10 شای میدادم، دوستمون 2 قران میداد، میگفتیم سنجد میخواییم، جیب اونو پر میکرد، جیب منم پر میکرد که دلم نشکنه به خدا. خب اینا خیلی تعلق ایجاد میکنه، خیلی آدمو نگه میداره. چرا؟ چون زندگی در این محیطی که دلش همسایه پیش توه، زندگی اونجا لذت بخشه، نمیخوای اونجا رو ترک کنی. این ارزش ها واقعا درونی میشه و دلش میخواد خودش هم اینجوری باشه، حتی اگه در مکانی دیگر و در جای دیگر باشه. این ویژگی ها و این خصلت ها همیشه با من بوده. به خاطر این بود که روز بعد از پایان نامه من بلا فاصله به سنندج برگشتم. همیشه متنفر بودم از درس، خیلی، یعنی آنچنان تأثیر بدی درس خوندن رو من گذاشت که الانم هر چیزی که یادآور اون باشه بخوام چیزی رو حفظ بکنم نمیتونم. علتش هم فقط، یعنی فقط یه دلیل داشت، اینکه مزاحم کار هنری من میشد. مدرسه با نام مدرسه 15 بهمن، اونجا من تحصیلات ابتدایی مو داشتم. کاش میتونستم اینو یه جوری تصویر بکنم که چقدر استثناء بود. وقتی زنگ میزدن آقای انوار، زنگ تفریح، و بچه ها بودو میومدن بیرون دیگه و من بلافاصله بودو میرفتم. یه پله مانندی بود تو دبستان، کلاس اول، کلاس دوم، مینشستم، یه دفتر داشتم، میومدن دفتراشون رو میدادن، من نقاشی میکشیدم. یعنی ساعت تفریح من اینجوری بود و چقدر انقدر رو سر من جمع میشدن که نور کم میشد. یه بار یه جایزه گرفتم، یه بسته مداد گرفتم از خود اون دبستان به خاطر یه نقاشی که کشیده بودم. موضوع لحظه ای بود که همه دوری سفره جمع بودن، بشقاب و قاشق چنگال و همه چیز جمع بود، هنوز غذا رو نیاورده بودن. اون صحنه ای که منتظرن بیارن، گرسنن، حرکات، اون اینو من تصویر کردم. از خیلی بچگی من توجه خاصی داشتم به محیطم. اولین نقاشی که یادم، زیر کرسی دراز کشیده بودم و میکشیدم قبل از دبستان، ترسیم اتفاقی بود که یه کارگر رفته بود چاه بکنه، گاز تولید شده بود و مرده بود. احساس میکنم من باید اینو بکشم. این باید هایی که ناخواسته توجه منو جلب میکرد، یقه منو میگرفت، قبل از دبستان با هم بوده و تا الانم با افتخار میگم که هنوز باقی موند. دبیرستان کجا رفتی؟ یه دبیرستانی بود، اسم دبیرستان شاهپور، دور بود، یعنی میشه گفت که خونه ما این ور شهر بود و دبیرستان شاه بود اون ور شهر. دبیرستان خوبی بود و روزی 4 بار رفت برگشت، عصرم رفت برگشت. من این مسیر رو طی کردم. اونجا با دوستای خوبی آشنا شدم
با کتابای سمد بهرنگی من تو اون دبیرستان از طریق یکی از دوستام آشنا شدم و چقدر تاثیرگذار بود. یک کلاس خارج از برنامه داشت، اونجا میرفتیم خودمون کار میکردیم. یه آقایی بود هرچند تحصیلات آکادمیک نداشت به ما آبرنگ یاد داد، من مدیون ایشونم. من روزنامه دیواری های انفرادی کار میکردم و همیشه طراحی و کاریکاتور حضور دائمی داشت. یه بار منفجر کردم دبیرستان رو با این اقدام که تمام دبیرهامون و کاریکاتورهاشون رو کشیدم و قبل از اینکه بیان زدم رو دیوار. زنگ که خورد دیگه واقعا غوغا شد. از یه طرف دبیرها یه حالتی پیدا میکرد، میگفت فلانی بیا اینو تو رو اینجوری کشیده، ببین کتت، ببین دماغت فلان. و از طرفی بچه ها دوست داشتن که معلم هاشونو در اون شکل و قیافه ببینن. یه جوری شد که یه ساعت، اون ساعت بعد از ساعت تفریح تعطیل شد. دنیای کودکی شما هنوز همراهتون هست؟ امکان نداره نباشه. نگاهم به هنر همون نگاهی که از در کودکی داشتم. نمیدونم این درسته، این غلطه. مورد انتقاد نشانه عدم تجددگرایی هر چیزی هست، نمیدونم، ولی مال همون دوران.